از دکتر علیرضا الفت کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام، آیا فروش بنزین سوپر به صورت غیرقانونی به نرخ لیتری 10,000 تومان حکایت از افزایش قیمت بنزین دارد و در صورت افزایش مجدد قیمت بنزین آیا همچون سال 98 تبعات امنیتی در بر خواهد داشت و یا این بار مسئله متفاوت است؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان محترمتون. این اخباری که پخش شده در مورد عبارت بنزین بیشتر به صورت حالا چیزی که من پیگیری کردم به صورت سوء استفاده برخی از جایگاهداران و اپراتورهای جایگاه بوده، ولی این هم بدون قاعدتا اشاره نمیشه. مطمئنا بعد از اون مطلب که روزنامه جوان منتشر کرد گفت چرا باید کسانی که همین حدود 2 هفته پیش منتشر کرد چرا باید کسانی که آینه بغل اتومبیلشون 50 میلیونه کمتر از 1 میلیون تومان در سال پول سوخت پرداخت بکنن. خب اول که خب اشتباه حساب کرده روزنامه جوان، ولی اتومبیل‌های جدید و وارداتی خب فی‌الواقع نمیتوانند از سوخت با اکتان 87 که سوخت قرمز هستش به نوعی استفاده کنن و باید اکتان 95 استفاده کنن. چرا؟ اینکه موتورشون دچار پیش‌سوزی میشه و موتور اتومبیل صدمه میخوره. خب اینجا یک کنتراست ایجاد می‌کنه که دولت داره هوشمندانه به سمت اون میره، یعنی کسانی که بنزین سوپر رو دارن مصرف کنن افرادی هستن که برخوردار حساب میشن و قاعدتا افراد در حیطه‌ای هستن که جزو اعتراض کنندگان قیمت سوخت نیستن و ضمن اینکه این جو قیمتی رو هم در بازار عمومی قیمت‌ها ایجاد نمی‌کنه، چون اکثر اتومبیلایی که برای باربری، برای تاکسی و مصارف عمومی استفاده میشن یا خودروهای داخلی اینا دارن با اکتان 87 کار میکنن. حالا بماند اینکه خب سوخت ناقص انجام میشه، آلودگی تهران ناشی از همین اوشتان پایین هستش به مقدار بسیار زیادش و اینها، ولی زمین سازی برای افزایش قیمت سوخت به صورت پله‌ای کاملا در اینجا به چشم میخوره. ولی اینی که با این وضعیت و این حرکت آرامی که داره انجام میشه منجر بشه به اون نارامی ها و افزایش قیمت های تورمی و تورم افزایشی وجود نخواهدش به نظر نمیرسه دوچار این موضوع بشیم، ولی به هر حال الان این واقعی هستش که داره دولت توی آب به جوش میآوردش و داره کم کم گرمش میکنه و این واقعا هم هیچ حرکتی از خودش بروز نخواهد داد. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر علیرضا الفت کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.